با درود دوباره، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. جلسه دیگه از نشست های دفتر پژوهش حزب رو مشروطه رو داریم. در این جلسه از آقای افشار مختاری خواهش کردیم که بعد بکنم و در مورد موضوع که در منشور حزب مشروطه ایران به صراحت بیان شده، بند 7 یا 8 اون هستش، بند 7 هستش ببخشید، در مورد تناقض صحبت، شاید این تصور اشتباه، نمیدونم، حالا آقای مختاری توضیحشو خواهند داد، در مورد حاکمیت ملی و حکومت های محلی که دقیقا در بند 7 از منشور ما آمده و قطعنامه پیوست اون در کنگره 5 هستش که در مورد عدم تمرکز حقوق اقوام و مظاهر ایران صحبت میکنه یا حساب نوشته شده، توضیح خواهند داد چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم. چون چندی پیش یکی از دوستان خیلی گرامیمون خواهان تغییر در این بند از منشور بودند که خب بر طبق اساسنامه باید حد نصابی به حساب تعیین شده، حد نصاب میرسید به اون حد نصابی که میخواستیم اینطور بگم، ولی خب نشد. با این حال ما تصمیم گرفتیم که این موضوع رو مطرح بکنیم، به خصوص برای دوستان جدیدی که هستند و موضوعات و سوالاتی که دارید نوبت بزنید، طبق معمول بعد از صحبتهای آقای مختاری مطرح کنید و بشنویم صحبتهای آقای مختاری گرامی. آقای مختاری خیلی ممنون، سپاسگزار از که دعوت رو پذیرفتید. دوست عزیز، میکروفون در اختیار شماست. من فکر میکنم یه مقدمه توضیحاتی دادم، به هر حال اگر شما واجب میدونید حتما این کار رو انجام بدید. سپاسگزارم، بفرمایید. درود بر شما جناب قطبی گرامی و سپاس از دعوتی که کردین و همطور درود به همه دوستان. امیدوارم حال همگی خوب باشه. عرضم به حضورتون که خب همطور که شاید خیلی از دوستان بدونن، این واژه حکومت‌های محلی بسیار بعضی از موقعات البته چالش برانگیز میشه و مشکل اینه که خب چرا مثلا ما نام حکومت های محلی رو بود، اما همونطور که خب توی همین بند 7 اومده، منظور ما اینه که این حکومت های محلی تو شکلی که تقسیمات کشوری توش هست به صلاح انجام بشه. چرا موضوع حکومت رو ما میگیم میتونیم تقسیمش بکنیم اما حاکمیت رو نمیتونیم تقسیم کنیم؟ اون چیزی که ما از حاکمیت در واقع تعریفی که ما میکنیم یا برگردان یا معنی که به حاکمیت ما میدیم، حاکمیت رو به عنوان به اصطلاح دو جا به کار میبریم، یکی حاکمیت مردمه و یکی حاکمیت ملی. حاکمیت مردم یعنی حقی که مردم دارن برای حکومت کرد، و حاکمیت ملی در واقع اقتداریه که اون دولت که توی اون سرزمین داره زندگی میکنه برای حفظ تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران داره. شما توی صحبتی که ما میکنیم میگیم این حاکمیت ملی غیر قابل تقسیم، اما حاکمیت مردم که به معنی حکومت تقسیم پذیر. چرا منظورم اینه که میشه حکومت رو تقسیم کرد؟ اینکه از اینجا باید شاید شروع کرد که چرا اصلا یه به صلاح ما یه قدرت سیاسی باید داشته باشیم که مردم بتونن درش دخالت بکنن؟ این به خاطر اینه که شما بتونید یه جامعه رو اداره بکنید. برای اینکه یه جامعه رو اداره بکنید لازمی که مردم رو هر تا اونجایی که میدونید در واقع در توان هست اینها رو درگیر اداره یه کشور بکنید. حالا این درگیر اداره کشور با
به اصطلاح این پیش میاد که شما یه دولت داری و یه حکومت توی این دولت جا میگیره. شاید یه اشتباهی باشه که خیلی ها میکنن، این به کار بردن دولت و حکومت به جای همدیگه است. وقتی ما از دولت صحبت میکنیم، معمولا ما دولت ملت استفاده میکنیم. دولت ملت رو به این خاطر نمیگیم دولت و ملت، میگیم دولت ملت و اینکه بتونیم هر کدوم از اینها رو به جای هم استفاده بکنیم. اما منظور اینه که شما یه سرزمینی دارین و یه مردمانی و یه در واقع یه پیوندنده که اون دستگاه حقوقی که این دو رو به هم دیگه پیوند، اینو به عنوان دولت ملت استفاده میکنیم. یکی اینکه اشاره میکنیم به موضوع تاریخی که ایران به عنوان در واقع دولت ملت تاریخی هست، و یکی هم این موضوع که بعد از اون قطعنامه اسماعیلی و این تعیین مرزهای که برای کشورها اتفاق افتاد، شما موضوع دولت رو که توش قوای سه تا قوه مشخص، قوه مجریه، مقننه و در واقع دادگستری وجود داره، تو اون جای میگیره. اما حکومت که خودش در واقع بخشی از این دولته، جایی که شما مردم در واقع به عنوان تعریفی که از حکومت میکنین، ما میگه ما اقتداریه که مردم به واسطه نمایندگی به دولت میده یا دولت میگیره، برای اینکه بر امور عمومی در واقع اعمال بکنه. حالا هرچی ما بخوایم مردم مشارکت بدیم توی این اداره جامعه، در واقع سهم مردم برای اینکه امور خودشون رو اداره بکنند بیشتر خواهیم کرد، و این بیشتر کردن سهم باعث میشه که مردم تعلق خاطری پیدا بکنند به جامعه‌ای که دارن برش زندگی میکنن. به همین خاطر حکومت برای ما تقسیم پذیره و باید تقسیم بشه. این بایدیه که ما فکر میکنیم. در عوض اونایی که در واقع موضوع فدرالیسم مطرح میکنن، دنبال اینن که اون حاکمیت ملی که ما میگیم تقسیم پذیر نیست، اونو تقسیم میکنن. یه جورایی میشه گفت این یک گزینه ای هست در برابر فدرالیسمی که دوستان مطرح میکنن، و اینکه اونا موضوع عدم تمرکز رو مطرح میکنن. ما میگیم برای اینکه این عدم تمرکز اتفاق بیفته، ما پیشنهاد میکنیم که این حکومت های محلی، در واقع این پیشنهاد حکومت های محلی، اما به دنبالش بلافاصله میگیم این حکومت های محلی بر اساس تقسیمات کشوریه. یعنی اون چیزی که شاید خیلی ها رو حالا نگران میکنه اینه که منظور حکومت محلی اینه که یه دست بالایی داره بر حکومت مرکزی و توان قانون گذاری داره، در صورتی که اینطوری نیست. حکومت های در واقع محلی مجری قانون هم دقیقا مثل حکومت یا قوه مجریه، که مجری قوانینی هستند که قوه مقننه میگذاره و نظارتی که دادگستری داره، و هر سه اینا بر اساس اون به اصطلاح موضوعی که توی آمریکا هست چکن بالاست، هر سه اینها بر همدیگه نظارت میکنند برای اینکه حسن اجرای قانون اساسی اتفاق بیفته. به همین خاطر شما وقتی ما از موضوع حکومت های محلی صحبت میکنیم و تأکید هم میکنیم تقسیم حکومت، به خاطر اینکه شما تا میتونین این مشارکت مردم رو تو اداره محلی خودشون دخیل بکنی، بدون اینکه اون موضوع قانونگذاری که کار مجلس شورای ملیه درش خلالی به وجود بیاد. شما توی حکومت هایی که فدرالیسم هستند یا موضوع فدرالیسم رو پیش میارن، شما یه بخشی از به اصطلاح قدرتتون رو به حکومت مرکزی میدید،
مثلا تو بخش روابط خارجی یا تو بخش ارتش این مثلا قدرت رو میدین به حکومت مرکز و مثلا توی امور خودتون میتونین قانونگذاری بکنین و قوانین که فکر میکنین درسته انجام. این مثال شاید من برای بعضی از دوستان زدم، حالا من تو چون خودم توی بلژیک زندگی میکنم، زمان کرونا شما توی بلژیک مشکلی که داشتین به خاطر اینکه شما سه بخش فدرال داری، یعنی فرانسوی زبان، هلندی زبان و آلمانی زبان، اینها مجلس های محلی شون بر اساس تأثیری که از کشورهای همسایه می گرفتن قوانین کرونا رو در واقع خودشون تعیین می کردن. و برای اینکه این قوانین فدرال بشه بعضی جا بسیار مشکل ساز می شون. و اینا مثلا فرانسوی زبان ها به خاطر نزدیکیشون به فرانسه تقریبا میشه گفت قوانینی که توی فرانسه بابت کرونا اعمال میشد اعمال میکردن. بخش هلندی زبان تأثیر گرفته از هلند و آلمان میکردن و بخش آلمانی زبان تأثیرشون از آلمان میگرفت. اما خب توی وقتی شما یه حکومت مرکزی دادی و این حکومت های محلی هستن، این در واقع این امتیاز یا این قدرت دست حکومت های محلی نیست، بلکه این تصمیمیه که حکومت مرکزی میگیره و تصمیم میگیره مثلا در مورد کرونا چه تصمیمی میگیره و چه قوانینی رو بگذاره، آیا توانش رو داره که مثلا بر فرض مردم رو تشویق کنه تو خونه بمونن و بتونه هزینه هاشون رو بده یا نه، و یا قوانینی که میتونه توی کشور گسترش پیدا کنه. به همین خاطر وقتی ما موضوع حکومت های محلی رو مطرح میکنیم، تنها و تنها باوریه که ما به موضوع حقوق بشر دادیم که انسان ها افراد دارای حقوقی هستند، حقوق طبیعی هستند و یکی از حقوقی که افراد دارند اینه که چه حکومتی داشته باشند، چه حکومتی رو داشته باشند برای اداره امور محلیش. برای حکومت مرکزی شما مجلس شورای ملی دارید که قوانین خودش رو داره و شما میتونید مثلا توی انتخابات مجلس ملی شرکت بکنید و اون مجلس شورای ملی رو در واقع بر بگذارید. اما برای اجرای مثلا اولویت های محلیتون شما احتیاج داریم به اینکه به صلاح شورای شهر داشته باشین، شورای دهستان داشته باشین و امورتون این گونه به صلاح اولویت بندی بکنید. اینکه مثلا بر فرض مثال آیا بودجه عمومی که از به صلاح تعلق میگیره به فلان دهستان یا فلان استان چگونه هزینه بکنه و کجا اولویتش هست، آیا اولویتش بر فرض مثال گسترش جاده هاست، آیا گسترش مثلا کلاس های مقطع ابتدایی راهنمایی یا بهداشت یا هر کدوم از اینا. البته هر کدوم از این قوانینی که جنبه محلی پیدا میکنه باید اول از همه در راستای بودجه عمومی کشوری باشه و همینطور در راستای اون برنامه بلند مدتی که برای کشور در نظر گرفته شده، که خب معمولا این برنامه ها رو قبلا سازمان برنامه بودجه به صلاح تنظیم میکرد. الان که این مشکلیه که دارن اینه که این سازمان برنامه بودجه رو در واقع منحلش کردن و اینقدر در جای دیگه دخالت میکنن که شما نمیتونی یه برنامه کلی داشته باشی و تو راستام حتی حرکت کنی. به همین خاطر شما اون برنامه محلی یا اون جایی که میخواید برنامه محلی و اولویت های محلیتون رو انجام بدین حتما باید تو اون راستام باشه که بتونین انجام بدین.
اما همونطور که عرض کردم، خب مثلا بر فرض مثال اینکه روستاها جاده هاشون آسفالت نیست، یا خانه بهداشت ندادن، یا مثلا آموزشگاه به اندازه کافی برای مثلا مقطع دبیرستان ندارن، تا مقطع راهنمایی میتونن اما برای مقطع دبیرستان ندارن، خب این هزینه ها رو میتونن انجام بدن. اما خب استانداردهایی که مثلا برای کلاس درس باید استانداردهایی باشه که لا وزارت کشور در نظر میگه یا وزارت آموزش پرورش در نظر میگه. به همین خاطر یعنی این تفاوت ها رو، اگر تفاوت بین حکومت در واقع واژه حکومت و واژه دولت شاید بهتر برامون مشخص بشه، اون نگرانی که خب خیلی از دوستان شاید داشته باشن برطرف میشه. اینکه یک حاکمیت یه حق و مردم حق دارن که بر سرنوشت خودشون در اداره جامعه دخالت بکنن، این منافاتی با در واقع حقوق بشر هم نداره، بلکه همسو با اون هست. و یکی موضوع حاکمیت ملیه که خب به عنوان حق یه دولت ملت برای اموریه که حفظ مرزهاست و حفظ تمامیت ارضی. در ضمن شما وقتی در مورد حکومت های محلی صحبت میکنید، تو بخشی که ما در مورد توسعه صحبت میکنیم، تو بخش توسعه ما در سه تا جنبه رو در نظر داریم: یکی موضوع اقتصاد، یکی جامعه مدنی و یکی آموزش. خب توی اقتصاد شما باید تشویق کنید، یعنی سه تا موضوع دارین که تشویق کنین ابتکار خصوصی، و دولت نقش داره برای اینکه بتونه واسطه بشه برای اداره روابط اجتماعی بین به اصطلاح تولید کننده و مصرف کننده، و وظیفه دولت اینه که به اصطلاح مالیات بگیره. همینجا این تفاوت همونی که عرض کردم، نقش حکومت و وظیفه دولت. دولت وظیفه داره که مالیات بگیره. یعنی چی؟ یعنی مجلس، دادگستری و قوه مجریه باید قوانینی رو داشته باشن که بتونن این مالیات رو از افراد بگیرن. اما نقش حکومت به عنوان قوه مجریه، همون که عرض کردم، اینو بتونه این روابط بین تولید کننده و مصرف کننده رو حفظ بکنه، سرمایه گذاری به بخش های عمومی بکنه، و برای اینکه این سرمایه گذاری بکنه، اون وظیفه ای که در واقع برای دولت انجام شده باید به خوبی انجام بشه. چرا؟ برای اینکه دولت بتونه لوازم یا زمینه هایی رو فراهم بکنه که شهروندان بتونن تولید ثروت بکنن و مالیات بدن، و مالیات صرف هزینه های عمومی و عمرانی جامعه بشه، به جای اینکه از مثلا منابعی که ما داریم، یا درآمدی که ما از نفت داریم یا منابع طبیعیمون داریم، توی حوزه عمومی صرف بشه. این باعث میشه که پاسخگو هم بشه، دولت پاسخگو هم بشه. خب شما برای اینکه این زمینه رو فراهم بکنید، نیاز به یه جامعه مدنی هم دارید. این جامعه مدنی هم باز یه بخشی از اون به صلاح شاید کمکیه که به حکومت‌های محلی به صلاح داده میشه، برای اینکه مردم نقش خودشون رو بازی بکنن. یعنی شما یه جامعه خواهید داشت که نهادهایی رو سامان میده، مثل باشگاه ورزشی، مثل سندیکا، مثل سینما، هنر، کسایی که تو هنر نقش دارن، و این روزنامه نگارا، همه اینها جزء جامعه مدنی حساب میشن. و این جامعه مدنی هرچی بتونه در واقع اون قدرتی که در واقع حکومت متمرکز داره با واسطه قرار گرفتن بین مردم و حکومت، این باعث میشه که مردم بتونن تو اموری که دوست دارن داوطلبانه دخالت کنن، در مورد ورزش، در مورد مثلا هنر، یا در مورد
حتی موضوعهایی که در مورد آموزش هست، البته خب در مورد آموزش و محیط زیست شاید تا سالها، باید در مورد ایران دست کم تا سالها دولت حکومت مرکزی این اشراف رو به این منابع داشته باشه، چون محیط زیست و آموزش باید یک دست باشه و امکان داره کسایی که این توی بخش جامعه مدنی بیان این عهدهدار این مسئولیت بشن، نتونن به اندازه کافی یا به اندازه که برای خیر عمومی هست این گام ها رو بردارن، چون امکان داره استفاده خصوصی بکنن ازش، یعنی بهره خصوصی ازش ببرن. برای همین توی بخش آموزش و محیط زیست شما این در واقع اجازه رو نمیدید، اما توی بخشهای دیگه اجازه میدید برای اینکه این تولید ثروت بشه. برای اینکه این تولید ثروت بشه شما به افراد اجازه میدید تولید ثروت انجام بدن و مالیات ازشون بگیرید، و شما با داشتن این حکومت‌های محلیه که میتونین این کار انجام بدید، یعنی مردم توی امور خودشون میتونن دخالت بکنن، اداره بکنن، در عین حال میتونن اون جامعه مدنی رو هرچه بیشتر گسترده‌تر بکنن، تا بعد اینکه جامعه مدنی تونست به اندازه کافی در واقع رشد خودش رو بکنه، اون وقت اون حکومت مرکزی همچنان توی بخش هایی که به صلاح برای سرمایه گذاری و اینا هست، این کوچیکتر و کوچیکتر خواهد شد و میتونه اتکا بکنه به صلاح بخش خصوصی برای تولید و در این حال ازشون مالیات بگیره. همین مالیات گرفتن، همین اجازه تولید ثروت دادن، اون ترسی که شاید از حکومت‌های محلی هست برای جدا شدن، اون کمتر و کمتر بشه. یعنی وقتی افراد جامعه اجازه پیدا میکنن که تو اداره جامعه شرکت بکنن، تولید ثروت بکنن، مالیات بدن، تعلقشون به اون کشور بیشتر و بیشتر خواهد شد. به همین خاطر در مورد حکومت های محلی، ما یکی بر پایه خود موضوع حقوق بشر که جزء حق افراده که بتونن اداره کنن امور خودشون و امور محلی خودشون، و همینطور برای قوی کردن جامعه مدنی که بتونه جلوی در واقع بین مردم و حکومت مرکزی بایسته و هر جا به اصطلاح حکومت مرکزی بخواد فشار بیاره به مردم، این توانایی داشته باشه که بتونه بیسته در برابرش و در این حال بتونه اون قدرت اقتصادیشو تو تعامل با حکومت مرکزی به سود مردم به صلاح بچرخونه. من در این حال شما هر جا که بخش خصوصی نتونه اون توان رو نداشته باشه که این کار رو انجام بده، توی بخش های عمومی هزینه بکنه یا کمترین هزینه رو بر مردم داشته باشه، شما دولت در واقع وارد میشه. مثل باز همین جریان کرونا که دولت آمریکا وقتی خب بیشتر تا اونجایی که من میدونم بیشتر اداره بهداشت و درمان آمریکا خصوصی، خب اگر میخواستن این هزینه ها رو به بیمارستان ها تحمیل بکنن، این توان رو نداشت که بخش خصوصی تحمل بکنه بابت 200-300 میلیون آدم بتونه این هزینه ها رو تقبل بکنه. برای همین دولت وارد میشه برای اینکه بتونه جبران بکنه، چون بخش خصوصی توان اینو نداره که این هزینه رو انجام بده. من در خدمتم اگر پرسش باشه. بله سپاس های بله شما یه مقداری هم به جزئیات پرداختید، دستت که الان دو نفر دوستان در نوبت هستن و میدونم سوالات خاص خودشون رو دارن، ولی خب طبق معمول من یه سوال مطرح بکنم. ما صحبتمون از حکومت محلی و حاکمیت ملی بودش هستش. خب شما پرداختی به این مسئله که دولت رو، اگر واژه دولت رو به کار ببریم، این اشتباه کلمات، این اشتباه واژه ها ممکنه از بین بره، ممکنه یه مقدار ساده تر بکنه برای درک و فهم موضوع که دولت حاکمیت چیست و حکومت محلی چیست.
یکی از ترس هایی که وجود داره که البته الان هم شما گفتید، پس من فکر میکنم این ترس وجود داره وقتی که میگیم که حکومت های محلی اگر در اگر مشارکتی در بازسازی و توسعه منطقه خودشون نداشته باشند، اگر مالیات دریافت نکنند و این مالیات صرف یا هزینه توسعه و منطقه خودشون نکنند، این ترس وجود داره که اون حکومت محلی به یک حکومت خودمختار تبدیل. بنابراین من برداشت من اینه، اگر این غیر از این است که توضیح به حساب واضح‌تر بفرمایید. بنابراین میشه گفتش که این حکومت محلی که ما داریم صحبتشون میکنیم ممکنه روزی روزگاری، مثلا داستان کردستان که چندین سال قبل داشتیم در اون پیدا بشه، امکان تجزیهش هست، امکان شورش هست، سر زدن از قوانین حاکمیت ملی وجود داره در اون منطقه که استانی یا حکومت محلی که ما صحبت میکنیم. این امکانات ممکنه وجود داشته باشه یا نه. البته یه موضوع دیگه، شما صحبت نظرت میخوام مالیات را هم کردید، و مالیات رو به اساس قوانین قوه دولت یا حاکمیت ملی تعیین میکنه و مالیات رو میگیره. این مالیات چطوری بین حکومت های محلی باید تقسیم بشه؟ آیا خودشون باید از منطقه خودشون مالیات دریافت بکنن، یا اینکه حساب اون دولت مرکز اون حاکمیت ملی کمک مالیاتی هم میکنه؟ همین مثالی که همین چند دقیقه پیش زدید، در مورد این هم اگر توضیح بیشتری بدید سپاسگزار میشه. عرضم به حضورتون، اینم در حد وسع و توان. بفهمید، راحت بفهمید. بله، ببینید، وقتی ما تاکید میکنیم که آینده ایران با حکومت های محلی و در واقع تقسیمات کشوریه، به اصطلاح نمیشه زیر بازی به اصطلاح توافق شده زد. یعنی ما از همین الان به همه ملت ایران میگیم که ما برای آینده ایران این برنامه ای که داریم، اینم از در واقع بر اساس اون قوانین یا تجربه هست که ما توی به اصطلاح انقلاب مشروطه داشتیم، اون انجمنهای ایالتی و ولایتی که داشتیم، و همچنان هم میگیم که برای ایران کار میکنه. اگر کسایی میخوان در واقع به اصطلاح فردای ایران، اگر موضوعشون این نباشه، چون میدونیم که خیلی از اینها میگن حقوق بشر بیمعنیه، چون افراد بدون اینکه وابسته به قومی باشن یا وابسته یا به اصطلاح قومی داشته باشن اصلا حق ندارن. یعنی یه انسان وقتی حق داره، یه فرد، یه تن که جزء یه قوم باشه. خب این دوستانی که اینها رو مطرح میکنن، خب اون پتانسیل رو احتمالا شاید داشته باشن، اما یادون باشه که اون حاکمیت ملی توی قانون اساسی آینده ایران لحاظ خواهد شد، و حفظ حاکمیت ملی اصلا تو خود در واقع حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که حفظ تمامیت عظیم و یگانگی ملی هر کشور با اون قدرتی که حاکمیت داره. برای همین اگر کسی خارج از این به قول معروف به صلاح اصول و شیوه دموکراتیک بخواد برای خودش حکومتی دولتی درست بکنه و یه جغرافیایی در تعریف بکنه، خب توی به صلاح توی ملک دو تا پادشاه نمی گنجه. از همین الان اینو آشکارا میگیم که ما یه طرح دادیم به جای اون فدرالیسمی که شما میگین که توی ایران نشدنیه، که دلایلمون هم گفتیم. ما میگیم فدرالیسم قومی و فدرالیسم زبانی به خاطر مخاطراتی که داره و میبینیم، به خاطر گستردگی در واقع یا جابجایی جمعیتی که توی ایران طی سالهای زیاد انجام شده، وابستگی هایی که وجود در واقع مردم از یه جا به جای دیگه رفتن، یه نسل دیگه ای رو به وجود آوردن، شاید به صلاح نمیدونم ازدواج کردن، بچه دار شدن، تازه از اون شهر به شهرهای دیگه رفتن، به هیچ عنوان ما نمیتونیم ایران رو
به اصطلاح نه فدرالیسم قومی بکنیم نه فدرالیسم زبانی، برای اینکه نه اینکه نشدنی باشه، به خاطر اینکه فردا برای مردم هم در واقع در برابر هم دیگه قرار خواهند گرفت، مثل موضوع یوگسلاوی. این پیشنهادیه که ما میکنیم و پیشنهاد ما هم هست بر اساس اعلامیه در واقع جهانی حقوق بشر. پرسش دومتون جناب قطبی؟ در مورد مالیات گرفتن ها بود. بله، در مورد مالیات هم همطور که عرض کردم، افراد یه مالیات هم همه توی بلژیک اینطوریه، شما مالیات بر درآمد دادی که خب توی واریز میشه به بودجه عمومی، و یه مالیات استانی داری که ما اینجا هر سال اینو پرداخت میکنیم. خب این مالیات استانی رو برها استانداری ها اساس اولویتاشون این کار رو انجام میدن، اما همونطور که توی در واقع موضوع عدالت اجتماعی داریم که بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردم، اون مطمئنا وقتی بودجه در نظر گرفته میشه، خب اگر دولتی بخواد به اون بیشترین خوشبختی برسه و مردم بتونن این حس رو داشته باشن که اون مملکت مال خودشونه، مطمئنا باید به یه جایی مثل سیستان و بلوچستان بودجه بیشتری داد، مطمئنا به یه جایی مثل لورستان که خب زیاد حرفش نمیشه اما تا چند سال پیش 60% جمعیت آماده به کار مثلا استان لورستان بیکارن، حالا اگر بیشتر نشده باشن تو خود استان لورستان. خب این جاها در واقع خب مسلما، حالا البته شهرهای دیگه و استانهای دیگه هم هستن، اما خب اینا برای نمونه است. مثلا اگر همین تو اخبار امروز شما وقتی میبینین 750 هزار دانش آموز از تحصیل باز میمونن، خب این 750 هزار نفر احتمالا درصد خیلی کمش تو شهرهای بزرگه، درصد بزرگترش توی شهرهای کوچکتره، به خاطر اینکه خب کارگاه تولیدی بسته میشه، نمیدونم کشاورزی به اون شکل میخواد انجام نمیشه، یا حتی سرمایه گذاری ها معمولا توی شهرهای بزرگه چون جمعیت بیشتره، چون دسترسی به سلام منابع بیشتره، کسی توی شهرهای حاشیه‌ای نمیره سرمایه گذاری بکنه، و به خاطر همین خب معلومه اون مالیات هایی که گرفته میشه یا اون بودجه عمومی برای شهرهایی که یا استانهایی که عقب موندگی دارن به اصطلاح بیشتر تخصیص پیدا میکنه. بله، سپاسگزارم. من میخواستم به همین نتیجه برسید. دقیقا همون نقطه که گفتید، وقتی که دولتی حکومتی بخواد اون بهترین خوش بیشترین خوشبختی رو برای مردمش داشته باشه، اون وقت به قول معروف خیلی خودمونی دست و جیب خودش میکنه و پخش میکنه بین مردم و به هر حال به استانها و یا چه در قسمت چه در سیستم فدرال و یا چه سیستم دیگری به هر حال فرق نمیکنه. یه آقای جانی گرامی، خواهش میکنم بفرمایید. سپاسگزارم از شما، عرض ادب دارم به انجمن بسیار گرامی، به سپاس ویژه دارم برای اینکه این موضوع مطرح شد قبل از در واقع کنگره، این فرصت به وجود اومد که صحبت بشه. گرچه این نامه‌ای که دوستان بنده و دوستان تقدیم کردیم به 10 امضا نرسیده، ولی این فرصت بسیار شایسته است که جناب که شورای محترم بهش پرداختم. بسیار جالبه. ببینید، قرن 21 رو به لحاظ فلسفی به نام آقای ویتکنشتاین سکه زدن و گفتن که این قرن قرن ایشونه، برای اینکه ایشون در فلسفه به در واقع به تناقضات واژگانی و زبانی پرداختند و اشاره کردند که این موضوع چقدر در واقع میتونه باعث مناقشات و اختلافات بسیار زیاد باشه. من یه مثال میزنم، این مثال رو بعدا ادامه خواهم داد، بسیار مثال خیلی کوتاهه. در فیلم جدایی سیمین از نادر یا نادر و سیمین، یه پیانویی رو میخوان از طبقه اول ببرن به طبقه دوم و میرن چند تا کارگر استخدام میکنن، از تو خیابون ور میدارن میارن، میگن که یه پیانویی میخوایم از طبقه اول ببریم به طبقه دوم. اونا میگن که خب چقدر میشه؟ میگن فلان قد میشه.
بعد وقتی کارگران میان میبینن که اونا میگن میخوام پیانو رو بگیم طبقه دوم، خب اونا میان میبینن که ساختمون یه در واقع پارکینگ هم پایینش هست، باید یه سری پله برن بالا به طبقه اول برسن، بعد از طبقه اول میرن به طبقه دوم برسن. اونها در واقع از پارکینگ میبرن به طبقه اول، میگن بفرمایید ما آوردیم به طبقه دوم، در واقع در طبقه اول بوده حالا آوردیم طبقه دوم. اینا میگن نه خیر، ما طبقه دوم منظورمون اینه که یعنی به طبقه دوم، یعنی که پارکینگ توش نیست. کارگرا میگن که خب شما میبایستی به ما میگفتید که ساختمون پارکینگ داره و ما فقط کافیه یه طبقه، در واقع اختلاف یه طبقه است بین طبقه اول و دومه، و در صورتی که الان شما میگید اختلاف دو طبقه است. اونها کارگرها رو متهم میکنن به اینکه شما تا ابد باید کارگر بمونید برای اینکه عقل و شعورتون نمیرسه. اونها میگن که شما بدبخت مملکتی که با سواداش مثل شما باشن که پیانو دارن ولی نمیفهمن چگونه برای انتقال پیانو با همدیگه صحبت بکنن. داستان همینجاست. اول از اینکه من بعضی از سروران خب واقعا شاید اشراف کافی ندارن در جامعه ما چه میگذره، یعنی همین الان تب بیمار رو نمیگیرن که ببینن این تب در چه درجه است. من یک آذربایجانی هستم و به واسطه هم علاقم به ایران بزرگم و به آذربایجانم، خب دنبال میکنم گرایش هایی که در میهنمون وجود داره، نگاه میکنم که دولت ناکارآمد بیمار چگونه بال و پر داده به این چپ هایی که در آذربایجان هستند، و اون چپ ها امروز میان نه به نام چپ، نه به نام حزب توده، میان در واقع به هم زدن یگانگی ملی ما چه مقاصدی در سر دارن. آذربایجانی که ازش تقی‌زاده ها بیرون اومده، ازش میرزا فتحعلی آخوندزاده ها بیرون اومدن، افرادی بیرون اومدن که به ایران و ایران همیشگی و ایران ایران شهری به وجود اومدن، اینا رو امروز اومدن دست انداز قرار میدن برای اینکه به گونه ای اگر میتونن این ضربه ای که در سال 57 به ایران خورده رو شدیدتر بکنن و تا اگه میتونن نابودش هم بکنن حتی. خب وقتی یه شخصی به این درجه از این تب بیمار آگاهی داره، خب حساسیتش بیشتر از کسی است که خب ما در کل نگاه میکنیم میگیم نه اصلا گربه است آقا، اینا خبرایی نیست، اینا اتفاقاتی نیست. غافل از اینکه بله اردوغان اگر در کشور خودش فرض کنی در ترکیه میخواد برای خودش یک مقامی کسب بکنه، بدش نمیاد از اینکه بخواد یک آذربایجان ایران رو هم جدا بکنه، به خودش بچسبونه تا تمام ناکارآمدی‌های اقتصادیش رو بپوشونه. یا دولت باکو علیف هم همینطور، اونها هم امروز سعی میکنن از توران بزرگ سخن بگن در مقابل ایران بزرگ و تمام دارایی‌های ایران بزرگ رو به زیر سوال ببرن. این جریانات هست، ما امروز در خیابانهای ذهنی سیاسی، در کلاب هاست، در جاهای دیگه ما اینا رو میبینیم. بله برد ندارن ولی دارن آزمایش میکنن که اگر میتوانن برد هم داشته باشن. امروز اینا صاحب یک رئیس جمهور هم شدن که وقتی ازش پرسش میشه که خب آقا منظور شما چی بود از این واژه که گفتی مثلا بلوچستان فلان فلان فلان، میگه خب آقا به حقشون نرسیدن، حقشون رو بدن تا اینا این حرفا رو نزنن. من یه تکه از واژه ممالک محروسه رو، من امیدوارم شما به قطبی مهر بکنن یه کمی وقت به من بدم، من گرچه اغلب کوتاه سخن هستم، من این یه تیکر رو از ویکیپیدیا میخونم خدمت شما که ممالک محروسه که در واقع واژگان سیاسی ایران بوده سر از کجا در آورده. میگه ممالک محروسه ایران اصطلاحی سیاسی و اداری است که در عهد صفویه تا اواخر قاجار در مکاتبات اداری ایران رایج بوده است. کاربرد این اصطلاح چند سال پس از استقرار مشروطیت ادامه یافت، ولی حدود سال 1330 هجری قمری با گسترش ناسیونالیسم این اصطلاحات و اصطلاحات موازی که به گونه ای مفهوم عدم تمرکز و خودمختاری را القا می کردند به گونه کلی از قاموس فرهنگ سیاسی ایران حذف شدند.
کاربرد این اصطلاح از هنگام صدور فرمان مشروطه و بنای دولت مدرن در ایران بسیار محدود شد، چنان که 8 سال پس از فرمان مشروطه در یکی از مهمترین اسناد تاریخی آن زمان که بیانیه رسمی بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول در 9 آبان 1293 1 نوامبر 1914 از سوی دولت مستوفی الممالک است، نام و نشانی از ممالک محروسه نیست و در بیش از 340 سند رسمی و گزارش های منتشر شده وزارت داخلی کشور ایران در دوران جنگ جهانی اول و پیش از روی کار آمدن پادشاهی پهلوی یگان نام رسمی ایران دولت ایران است. ایده ممالک محروسه نشانگر احساس وحدت ارضی و سیاسی در جامعه ای بود که زبان فارسی، فرهنگ، نظام پادشاهی و اسلام شیعی به عناصر جدایی ناپذیر هویت ملی در حال توسعه تبدیل شدند. این مفهوم پیشتر به شکل ایران شهر، نام رسمی ایران در زمان شاهنشاهی ساسانی به کار می رفت. ببینید همین ممالک محروسه رو ما میبینیم همین الان جریان پانتورکیسم چقدر برجسته میکنه، چقدر بر طبل میکوبه که آقا ما اون موقع این ممالک محروسه داشتیم، حالا باید پیشتر بریم. من احساس سرور افشارجان ارجمند رو کاملا میفهمم. اینکه ما بایستی استانهای ما مدیریت های محلی قاطع و قوی و مسئول و پاسخگو داشته باشیم شکی درش نیست. این شایسته است، درست است و با انتخاب انجمن های محلی میشه بهش دسترسی پیدا کرد، ولی واژگانی که به کار میبریم فوق العاده میتونه خطرناک باشه. حکومت های محلی از همون واژه هاست. حکومت محلی، ما اصلا یه مقدارم از لحاظ ادبیاتی، من سروران ارجمند اینجا هستن، جناب صدیقی، دوستان محترم، من خواهش میکنم یک کمی بذل توجه بکنید. ببینید حکومت های محلی بسیار بارش از حاکمان محلی سنگین تره. ببینید حاکمیت در واقع حاکمو میگذاره وسط. حاکم یه شخصی است که یه ردایی به دوشش انداخته، فرض بفرمایید، یا یک حمایلی بر شونهش انداخته، میگه من حاکمم. حالا وقتی گفته میشه حاکمیت، چه بسا که به صفات اون حاکم دخالت داشته باشه که مثلا حاکم دارای چنین اخلاقی است، حاکمیت بایستی عدالت داشته باشد یا فرض بفرمایید رعوفت داشته باشد، گوش شنوا داشته باشد، ناخوسی برای شنیدن دادخواهی ملی داشته باشد. یک چنین چیزی رو واژه حاکمیت میتونه به صفات شخصی اطلاق پیدا بکنه، ولی حکومت محلی این کاملا در واقع در 1 میلیمتری خودمختاری قرار داره. و با توجه به این حال بیمار ما، این تجویز این واژه میتونه خطرناک باشه. به هر حال من بیش از این تطویل کلام نمی کنم. سپاسگزارم از اینکه دوستان باز به این مطلب پرداخته شد. من امیدوارم واژگان بهتری بتونیم پیدا کنیم. ما واژگانی داریم، فرمانداران مقام های محلی، فرمانداران محلی، استانداران محلی، میشه واژگان بهتری انتخاب کرد که اختلاف و تناقضی در آینده نباشه. بسیار سپاسگزارم. سپاس از شما آقای جنیدی را می سپاس گذارم، ولی همونطور که خودتون هم گفتیم متاسفانه هم البته کاش که زودتر این مسئله مطرح شده بود و ما یه جلسه دیگری می گذاشتیم، ولی به هر حال در اولین فرصت این کار صورت گرفت. شاید دقیقا نظر شما همین باشه، یعنی فکر نمی کنم زیاد با نظر آقای مختاری فرق بکنه. یا واژه ها مهم هستند که چه چیزایی رو، چه کلماتی رو به کار ببریم. به هر حال آقای مختاری بفرمایید. بله، درود خدمت جناب آقا جانی گرامی، خوشحالم صداتون میشنوم. عرضم به حضورتون که من عرض کردم، ببینید این حکومت های محلی تأکیدیه که موضوع حکومت به عنوان اینکه انسان ها حق دارن که توی اداره خودشون، معنی حکومت رو اینطوری. بعد ما میگیم ما این حکومت های محلی رو با فرم تقسیمات کشوری میپذیریم، یعنی در واقع ماهیت اون تقسیمات کشوری
اینه که ابزاری رو فراهم بکنه که مردم اون محل یا مردم اون استان بتونن توی اداره خود امور عمومی خودشون دخالت. این به نظر من اون ماهیت شما فرمی که داری بر اساس استان، ماهیتش چرا مردم باید دخالت بکنن؟ برای اینکه میگیم جزء حقوقشونه، جزء حقوق بشره، برای همین اسمش رو میذاریم حکومت محلی. حکومت، خود حکومت رو میگیم آقا اولین چیزی که به اصطلاح به قول ارسطو اینه که توی جامعه شما یه حکومت کننده داری، یه حکومت شونده. حالا مردم شایسته است برای اینکه اون فضیلت اخلاقی برسن، شایسته است که در واقع حکومت خوب داشته باشن. حکومت خوب سبب میشه انسان ها، افراد اون جامعه به اون فضیلت اخلاقی برسن. موضوع این نیست که وقتی ما میگیم این حکومت محلی در برابر به اصطلاح اختیاراتش به اندازه مثلا بر فرض مثال دولته، اصلا اینطور نیست. اختیارات اون برای تصمیم گیری، برای قانون گذاری نیست، برای اجرای در واقع مصوباتیه که قانونی شده. برای همین بازم تقسیمات کشوریه، یعنی شما استاندار داری، شما اینطوری مردم رو دخالت میدی برای اینکه بهشون اجازه میدی نماینده انتخاب بکنن، و اونجایی که نماینده نمیتونن انتخاب بکنن اجازه بهشون میدی اون جامعه مدنیشون در واقع گسترش پیدا بکنه. یعنی در هر صورت این هم برای آینده است. اینکه الان توی جمهوری اسلامی بر فرض مثال یه عده دنبال استفاده از واژه ها و اینجور چیزها هستند برای زمانی که جمهوری اسلامی اون داره فروپاشیش انجام میشه، خب از همین الان ما هم یه پیام رو دادیم دیگه. وقتی ما به عنوان یه حزب سیاسی اولین بند در واقع منشورمون در مورد ناسیونالیسم، یعنی میگیم ما در هر وضعی در هر موقعیتی از تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران حفاظت کنیم. اگر یادتون باشه یه زمانی که خیلی چیز شده بود، خیلی ایراد میگرفتن، زندیات اومدیم گفت ما به خاطر حفظ ایران از دموکراسی هم میگذاریم. موضوع اینه که اگر یه حزبی به همین آشکارا موضوع ناسیونالیست جزء برنامه سیاسی شد، یعنی میگم اول از همه ایران برای من، میخوام ایران بمونه، برای اینکه وظیفه خودم میدونم به عنوان یه نسل این کار رو انجام بدم. بعد اینکه این کار رو انجام دادم براتون راهکاری دارم برای اینکه شمایی که گمان میکنین از قافله عقب موندین یا به حقوقتون نرسیدین، به حقوقتون برسین، به شرط اینکه خودتون شهروند ایران بدونین نه شهروند قوم. اگر توی قرن 21 به اصطلاح همچنان این دوستان خودشون شهروند قوم میدونن و ما میگیم آقا این شهروند ایرانی هستیم، یعنی همه جای ایران ماره، همه ماست، بازم به زندگیات ملک مشاه همه ما هاست، به این خاطر که آقا ما چاره داریم. شما میگین ما برای رسیدن به حقوقمون باید فدرالیسم در واقع تو ایران بشه، ما میگیم ما چارش از طریق عدم تمرکزه، همون چیزی که شما میخواین، اما چون فدرالیسم تو ایران شدنی نیست، اما عدم تمرکز شدنیه، برای اینکه عدم تمرکز رو به اصطلاح اجرایش بکنیم ما پیشنهاد حکومت‌های محلی میدیم در ساختار در واقع بر اساس تقسیمات کشوری. اون تقسیمات کشوری تعریفش رو از اون موضوع حکومت میگیره که حق هم است، حق افراد که بتونن یه حکومت خوب داشته باشن، یا حکومت بکنن یا حکومت بشن. چرا؟ برای اینکه میخوان اداره کنن. کسی در مورد به کسی وعده اینو نداده که بعد از جمهوری اسلامی ایران چند تیکه میشه و چند ملت میشه و هر کسی سهم خودش رو میگیره و میره.
بله سپاسگزارم. البته اگر آقا جان نوبت هستید که صحبت بفرمایید یا صحبتی داشته باشید که وقت هست، هنوز در قسمت چپم آقای سعیدی گرامی مطلبی نوشتن که توصیه میکنم بخونن دوستان، و از آقای درویش خواهش میکنم که میکروفون درده. جناب قطبی، من اگه اجازه به بفرمایید 30 ثانیه بفرمایید به من آقای درویش مطلب بفرمایید. نه بیشتر بفرمایید. من 100% با فرموده های جناب مختاری گرامی موافقم. من در این که بخشای مشخص ایران در واقع اونجا قدرت داشته باشند و در واقع مسئولیت داشته باشند، انتخاب بشن و پاسخگو باشن، کاملا موافقم و به هیچ وجه مشکلی با محتوای دریافت ایشون ندارم و با ایشون در همسو هستم کاملا. واژگانی رو که برای این منظور به کار میره رو متناقض قرار ندیم با واژگانی که به در واقع حکومت ملی، حکومت یک پارچه ایرانه. من اشکالم سر همینه، وگرنه من با اون اختیارات هیچ گونه مشکلی ندارم، اتفاقا پرو هم هستم، موافقم و تقویتش هم میکنم. برای اینکه ما اگر اون استانهای قوی رو داشته باشیم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ های دیگه، واژه عدم تمرکز فوق العاده موافقم، خیلی عالی است و محتوای اون اختیاراتم کاملا من در کنار آقای مختاری هستم، ولی واژگان بهتری انتخاب بکنیم. سپاسگزارم. آقای درویش گرامی بفرمایید. خواهش با درود خدمت شما دوستان، من ضمن اینکه همراستا هستم با جناب آقای جانی، اما مثل ایشون مدرن نیستم که از یک فیلم در واقع سیمین و نادر صحبت کنم. من یه مقداری سنتی ترم، از ضرب المثل ها استفاده میکنم. ما همیشه میگیم که میایم ابروه رو درست کنیم، میزنیم چشه رو هم کور میکنیم. حالا داستان همین بحث عدم تمرکز هست و در واقع حکومت های محلی، ما برای اینکه اون بحث اشتباه، به نظر خودم، من عدم تمرکز رو یک بحث کاملا اشتباه میدونم در رابطه با ایران، میایم اون رو درستش بکنیم، یه داستان دیگه درست میکنیم به نام حکومت های محلی که دیگه بدتر میکنه. ببینید، ما برای در واقع نوع نظام حکومتی ایران، ابتدا اینکه نیاز به یک آمایش سرزمینی داریم. ما باید 4 تا شاخص رو به طور مشخص مورد ارزیابی دقیق قرار بدیم. یکی شاخص محیط زیستیه، یکی شاخص اقتصادیه، یکی شاخص اجتماعیه، یکی هم شاخص سیاسی امنیتیه. ما بدون ارزیابی این چیزها نمیتونیم بیایم نسخه بپیچیم. دوستان، بحث واژه ها کاملا درست گفتن جناب آقا جانی. حکومت های محلی در واقع آب به آسیاب دشمن ریختن، تو زمین اونها بازی کردن این واژه ها. حتی عدم تمرکز، ما در واقع ببینید با این بحث عدم تمرکز و حکومت های محلی تمام دستاوردهای رضا شاه بزرگ رو داریم از بین میبریم. ما در واقع داریم برمیگردیم به عهد قجری، یعنی برمیگردیم به 100 سال قبل، قبل از 1300. این واژه ها خطرناکه. حضرت معید درویش، به چه نحوی، چرا عدم تمرکز کلمه یا واژه ما یک به دلیل اینکه ما پیرامونمون اقوام مختلف و خرد فرهنگ ها وجود دارن، و این نشانگر اینه که اگر اقتدار مرکزی نباشه دچار مشکل میشیم. مگه زمان رضا شاه شیخ خزعل و نمیدونم فلان کسک و نتونست و از همین طریق شد تونستیم مهارشون بکنیم؟ غیر از این باشه به مشکل برمیخوریم. ببینید، من این رو خدمتتون عرض بکنم، ما شرایط مملکت ما فرق میکنه. ما یک اقتصاد رانتی داریم، ما مملکت ما بر اساس مالیات اداره نمیشه. زمانی که شما یک منبع درآمد داری، اون یه منبع درآمد باید بیاد تو مرکز توزیع بشه بین جاهای دیگه. شما نمیتونی، ببینید، ما الان بحث اکولوژیک در واقع جغرافیای ایران رو داریم. تمام مناطق ایران یکسان نیست، تراکمش یکسان نیست، منابعش یکسان نیست. این باید بیاد در یه مرکزی به طور مناسب توزیع بشه، تقسیم بشه. خود این در واقع نیاز داره یک حکومت متمرکز رو.
این مشکل درست میکنه برای ما. این واژگانی هم که ما داریم استفاده میکنیم، این در واقع با آسیاب ریختن در واقع فدرالیسم و تجزیه طلب هاست. نکنیم این کارو با خودمون. من به واقع خدمتون عرض بکنم این بند بند هفتم رو لکه سیاهی میبینم در منشور حزب مشروطه. امیدوار بودم، من البته هستم مبارزه هم میکنم که اینو عوضش بکنم تا جایی که بتونم، ولی امیدوارم که هرچه زودتر این رو ما تغییرش بدیم، وگرنه گرفتاری برای ما درست میکنه. سپاسگزارم. خب جناب درویش، اینطور که شما الان توضیح میدید و صحبتش رو میکنید که ما داریم همون مرحله فدرالیسم داریم پیش میریم، ما داریم همون به قول شما میگید آب به منده به آسیاب و اونا میریزیم. خب پس بنابراین همینطور دیگه این کار نکنیم، بفرمایید مملکت فدرالیست دیگه هست، فدرال هستش. خب فدرال هستش؟ نه، شما ببینید با این بند هفتم منشور در واقع شما دارید مسائل رو از اون حکومت پای ملتی که در واقع رضا شاه در واقع بعد از انقلاب مشروطه به زعامت در واقع رضا شاه بزرگ و اندیشمندان کناریش در واقع به وجود اومد، ما داریم اون رو نابود میکنیم. چرا؟ ما الان در این دوران همه اومدن، همین حکومت های محلی که جناب مختاری صحبت کردن یا در منشور اومده، دارن با نهادهای غیر حکومتی دارن انجام میدن کارشونو. با چرا؟ ببینید همون زمان پادشاه فقید ایران، مگه ما در زمان پادشاه فقید مگه ما چیز نداشتیم؟ مگه ما انجمنهای شهری و استانی و روستایی نداشتیم؟ خب همون در واقع پخش توزیع قدرت بود. ما در واقع باید بیاییم تصدیگری دولت رو کم کنیم. تصدیگری دولت یعنی چی؟ یعنی در واقع بیاد کارشو تقسیم بکنه، کارشو تقسیم کنه، واگذار کنه به انجمنهای محلی، نه حکومتهای محلی. ما یک کشور متمرکز هستیم که گرایشمون در واقع تمرکز زداییه، عدم تمرکز نیستیم. ما عدم متمرکز برای ما مشکله. ما در واقع یک کشوریه که سالیان سال متمرکز بوده و همین تمرکزش باعث یک پارچگی و یگانگی شده. آقای ملک ببخشید، آقای افشار، شما حتما به این مسئله بپردازید. من مطمئن هستم که شما سند پیوست قطعنامه کنگره پنجم رو مطالعه کردید و بله. در اون سند در قسمت به چهارمش، بند چهارمش، دقیقا این مسئله شما رو توضیح میده که از پایین ترین سطحهای استانی و محلی باید امور رسیدگی بشه. من خدمتون جناب قطبی، شما دارید میفرمایید من دفعه قبلم خدمتون گفتم که مفهوم همینطور که الان آقای مختاری وقتی توضیح میده مفهومه، متوجه این، ما نمیتونیم هر دفعه وقتی حکومت های محلی پیش اومد یه نفر از حزب مشروطه بلند شه بره توضیح بده که ما باید واژگانمون واضح و مشخص باشه. ما نمیتونیم همیشه یه پیوست داشته باشیم با خودمون. ببینید اینا دیگه چیزایی است که شما دارید خیلی جزئیات وقتی قانون نوشته میشه، وقتی قانون گذار این حرفا رو میزنه، وقتی قبول دارن اون محل یا اون استان به این مسئله عدم تمرکز، حالا بقول شما که قابل قبول نیست، و یا حکومت های محلی وقتی قبول میکنه. درست، مملکت ما در یه شرایطی است که ما این صحبت ها رو داریم میکنیم برای یه آینده عالی است، برای یه آینده خوبی است که داریم صحبت میکنیم. شرایط الان با شرایط ممکنه 2 سال 3 سال آینده فرق بکنه، ولی وقتی قانون گذار قانونی می نویسه که بر طبق این اسناد باشه، دلیل نداری شما من یا کسی دیگه پاشیم بریم. نه، آقا قانون گذار کجا گفته که عدم تمرکز، یا کجا گفته حکومت های محلی؟ ما اصلا قانونی به عنوان حکومت های محلی نداریم. ما همین الانش در جمهوری اسلامی به عنوان انجمن های شهری و استانی داریم و استانداران رو داریم. ما اصلا حکومت محلی نداریم. و اینم من خدمتون عرض بکنم، اصلا بحث در واقع عدم تمرکز در قانون اساسی باید مجلس مؤسسان مصوب کنه. هیچ مجلس دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. بله درسته، اینا پیشنهاداته. حالا من برای که بحث دو نفره نشه و دوستان دیگرم خواهش میکنم که حتما نوبت بگیرن، دو وقت زیادی هم نداریم. آقای مختاری توضیحاتی هست بفرمایید. بله، اولا همطور که آقای قطبی گفتن، این پیشنهادیه که ما به عنوان حزب
و برنامه‌ای که بر آینده ایران داریم، ما به مردم ایران، به مردم ایرانی که توش فدرالیسم هست و محرومم توش هست، برخوردارم توش هست، ما این پیشنهاد میگیم، میدیم به مردم، میگیم ما این پیشنهادمونه، میگیم حرف اول حرف آخر اول میزنیم که مردم تکلیفشون رو با خودمون، این منشور تکلیف ما رو با مخاطبمون، با ملت ایران، با کسایی که هوادار میخوان باشن یا کسایی که هموند حزبن یا دارن آشنا میشن، تکلیف ما رو مشخص میشه و اتفاقا وظیفه تک تک ماست. اگر این راه هست، اگر این پیشنهاد به اندازه کافی مفهوم هست، به شما میگین مفهوم هست، همه ما وظیفه داریم این مفهوم رو درک کنیم و برای دیگران نه یک بار، نه دو بار، نه صد بار، هر بار که شده توضیح بدیم. برای اینکه این پیشنهاد این من و شما، منی که دارم این در واقع میگم برای شما، دارم از اندیشه سیاسی و برنامه سیاسی دفاع میکنم، میگم ملت ایران، من پیشنهادم به خاطر مشکلاتی که داشتیم اینه که ما چیزی به اسم عدم تمرکز نیاز داریم برای ایران. چرا نیاز داریم؟ برای اینکه به دو تا موضوعی که خیلی برامون مهمه در واقع کمک کنیم. یکی حفظ ایران، چگونه ایران رو حفظ بکنیم؟ با مشارکت دادن مردم در اداره امور خودشون. شما اگر مردم رو در اداره امور خودشون نتونین اجازه ندین، فردا این تعلق خاطر، من اینو گفتم، شما همه اینا به خاطر اون تعلق خاطر است، همه اینا برای اون بخش توسعه که ما میگیم، ما میگیم آقا اگه این توسعه توی ایران اتفاق نیفته، شما اگر مردم تو ایران همه برخوردار نشن، همه نتونن به اون بیشترین خوشبختی برسن، مشکل ساز میشه و در واقع میتونن از ایران این فکر رو بکنن که خب وقتی من بر فرض مثال تو ایران نمیتونم به عنوان شهروند ایرانی، به عنوان یه ایرانی به حقوقم برسم، نمیتونم فرصت برابر داشته باشم، دو تا کار میکنم، یا با این حکومت وارد جنگ بشم یا از این کشور برم. ما پیشنهاد میکنیم به مردم اگه میخوان چاره داشته باشیم، این چاره ماست، این پیشنهاد ماست و وظیفه هر کدوم از ما همینه که بدونیم اگر این موضوع بسیار در واقع مشکل ساز هست برامون، به نظر من نیست، به نظر من در واقع الان با این وضعیتی که ایران داره، با این روحیه‌ای که مردم تو ایران دارن، ما خیلی خیلی باید امیدوار باشیم که فقط باید آدم و مهرهاش رو پیدا بکنیم. اون فروپاشی در واقع قدرت تو ایران در واقع فرمی انجام بشه که بلافاصله مردم تو ایران، مردم آگاه ایران، مردمی که میدونن که برای آینده ایران چی میخوان و ما بهشون میگیم و امیدواریم که بپذیرن، این آینده رو تضمین میتونن بکنن. ما الان تو موقعیتی که شما ترسیم میکنین، موقعیتیه که شما برای گذار از جمهوری اسلامی، ترس از گذار از جمهوری، این برنامه ما آینده است، برای آینده ایرانه، پیشنهادیه که ما میگیم برای قانون اساسی، برای اینکه توی قانون اساسی اینها لحاظ بشه. اون نگرانی که شما دارین ما را الانه و ما زمانیه که گذار انجام میشه و این فروپاشی قدرت انجام میشه، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، اما براش باید آماده باشیم و هستیم برای آماده هستیم برای اون موقع. فقط باید این آگاهی رو به مردم برسونیم که فروپاشی قدرت یعنی اگر شما آماده نباشین، اون وقت اون اتفاقی که شما میگین، نه با واژه هایی که ما به کار میبریم، با واقعیت جامعه ایران، یعنی جامعه ایرانه که تعیین میکنه که آیا میخواد وفاداریشو به ایران، به حفظ ایران نشون بده یا نه.
میخواد از مثلا واژه هایی که یه حزب به کار برده نگران این واژه ها بشه که تو آینده مشکلی براش پیش نیاد. نه، مشکل الان اینه که مردم ایران باید آگاه بشن و ما اینطوری داریم بهشون آگاه میدیم، به اصطلاح هشدار دادیم، پیام دادیم، به آشکاری پرچم گفتیم، نمیدونم تحرکات این و اون توی گوشه کنار ایران تذکر دادیم، فقط و فقط به خاطر اینکه مردم بدونید این آدما هستن. اما این آدما وقتی بزرگ میشن، وقتی توانمند میشن، شما نسبت به ایران بی تفاوت بشید. سپاسگزارم. آقای درویش، میدونم در نوبت هستید. من بعد از آقای درویش میخوام از آقای صدیقی خواهش کنم اگر مایل هستند و میتوانند راجع به این مسئله هم یه ما رو راهنمایی بفهمند. آقای درویش بفهمند. ممنونم، مرسی آقای بطری. جناب مختاری، شما یه تیتر برای من گذاشتی به نام زیبایی و خوشگلی، بعد میایی تو تعریفش میگی مردشور ترکیبش رو ببره. آخه این تفاوت، این مفهومی که شما دارین صحبت میکنین با اون تیتری یه همچین آقای تفاوتی. درویش، مستاقی بگید، مستاقشو نه، بگید. مصداق من دارم میگم. ببینید، وقتی شما داری توضیح میدی درسته، من با شما همسو هم. وقتی شما تیتر رو مطرح میکنی اصلا یه داستان دیگه است. یعنی اصلا اون من مفاهیم عرضم تیتر همینه. مطرح این چیه؟ تضاد، این تضاد من شما تضاد تضاد رو بفرمایید، منم یاد بگیرم. تضاد من دارم خدمتتون میگم. آقای اصلا خود درویش، واژه حکومت محلی و عدم تمرکز اصلا با این صحبت هایی که شما دارین میکنین کلی تفاوت داره. بعدش هم شما مگه من برای آینده هم دارم میگم فرقی نمیکنه، تنها امروز نیستش که امروز درگیر این مسائل هستیم، ولی فردا شما مگه میتونی شریان های آب کشور رو زیادش بکنی که در واقع همه درست توضیح بشه تو مملکت؟ ما 4 تا رودخونه بیشتر نداریم. شما نمیتونی کشاورزی رو در تمام سطوح گسترش بدی. ما یه سری منابع نفتیمون جنوب، یه مقداری هم تو شماله. شما وسط دیگه چیزی نداری که بخوای توضیحش بکنی که مسئولین، نمیدونم حکومت محلی، خودکفا در واقع به وجود بیارین. اینها در واقع ما یک روندی رو باید طی بکنیم که این منابع درست توضیح بشه، همه به یک سطح صنعتی. بعدش هم توسعه پایدار، آقای مختاری خودش یه شاخصه هایی داره. اصلا اینجوری نیستش که ما همینجوری بگیم که میخوایم توسعه بدیم. توسعه یه شاخص داره. ما هنوز هیچ آمایشی نداریم نسبت به سرزمینمون. من اون از وضعیت جنگلامونه، اون از وضعیت آبمونه، اون از وضعیت اقتصادمونه. ما یه اقتصاد رانتی داریم الان. سپاسگزارم. من سپاس آقای درویش. جان کلام رو گفتم دیگه، خود بله، دانید. یه خود هم به قول معروف آرامش داشته باشید بهتره. مسئله نیست، خیلی هم خوبه، آدم تو گرم میشه برای صحبت کردن. ولی دوستان در نوبت زدن، من چشم آقای زاهدی نوبت شما رو می نویسم دیدم. ولی در وهله اول خواهشم از آقای صدیقی است که اگر صحبتی ما دارن در این مورد بفرمایند، جناب، برای که آقای صدیقی رو، جناب نادر صدیقی را معرفی کرده باشن. البته معرف اصلا احتیاج ندارم ایشون، ولی برای دوستان جدید، رایزن حزب هستند و از خبرنگاران، روزنامه نگاران، جورنالیست های بسیار بسیار عالی قبل از انقلاب می بودند، هستند و همیشه صدای خوش ایشون رو من همیشه به خاطر دارم که می شدم و ازشون خواهش می کنم که میکروفون رو در اختیار بگیرم و اگر توضیحاتی در این مورد است بفرمایید. آقای صدیقی، خواهش. خیلی سپاسگزارم جناب قطبی. من واقعیتش اینه که لذت میبرم از این زنده بودن حزب، فعال بودن حزب. این نشون میده که حزب واقعا حزبه، خیلی مهمه این، و این باورکرد اصلی اعضای حزب به این نهاد که مجموعه از این برخورد عقاید و افکار هست، نشون میده که این حزب یک نیروی سیاسی زنده و فعال و پر انرژیه. و این رو من واقعا تبریک میگم به دوستان. و اون چه که آقای مختاری عنوان کردن در واقع یک نگاه به آینده است، به آینده شاید دراز مدت. به هر حال دوستان، ما در دنیایی زندگی میکنیم که مدام در حال تحوله. دگرگونی های عمیقی در عرصه های مختلف به وجود میاد و
تمام اینها تأثیر میذاره بر نوع زندگی افراد بشر و از جمله ایرانی ها، مخصوصا ایرانی ها که ملت بسیار باهوش، بسیار نوگرا و فرزندان شخصیت هایی مثل رضا شاه بزرگ هستند. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در نبرد برای بقا در تمام ملت هایی که تو دنیا به نوعی با چالش های زندگیشون درگیر هستن، ملت ایران واقعا سرآمده، مخصوصا با توجه به فرمایشاتی که شاهزاده رضا پهلوی که الان باید دیگه باید گفت شهریار ایران، من دیگه معتقدم ایشون پادشاه هستن چون آرای عمومی داره به این طرف، تمام معادلات سیاسی و اجتماعی داره دیگرگون میشه و ما امیدوار میشیم. آنچه که جناب درویش میگن خیلی حائز اهمیت، ایشون نگاهشون به شرایطی که امروز حاکمه نه آینده دراز مدت، در این شرایط حاکم ممکنه که خیلی از معادلات با کوچکترین اشتباه سیاسی دگرگون بشه و آسیب‌های سیاسی اجتماعی وارد بکنه. ولی آنچه که من میتونم از مجموع صحبت‌های امروز نتیجه گیری بکنم به شخصه این هست که یا من قبلا در جریان این فعالیت‌های حزب نبودم که آیا این گونه که آقای مختاری توضیح دادن تصویب شده در کمیسیون‌های مربوطه، در کمیسیون‌های حقوقی و سیاسی، یا اینکه در حال بررسی هست. اگر که در حال بررسیه خیلی به اصطلاح حرکت جانانه است که واقعا افکار زنده و پویا با هم برخورد می کنند تا از درون اینها یک نتیجه گیری معقول و عملی به دست بیاد حاصل بشه. کنگره آینده که بنده هم به دعوت جناب پاشایی افتخار حضور خواهم داشت و از شرق آمریکا به این منظور میخوام پرواز میکنم، سفر میکنم به غرب آمریکا، فکر میکنم محل برخورد این گونه عقاید هست و اینکه راه آینده حزب چه باید باشه و حتما حزب به عنوان یک نیروی سیاسی سازمان یافته دارای کمیته ها و یا کمیسیون هایی هست که بررسی میکنه اینها رو. آنچه که من گفتم، آنچه که آقای مختاری میگن، نگاه به یک آینده درخشانیه که ما در زمره ملت‌های پیشرو دارای عرض کنم که نهادهایی باشیم که دیگه عدم تمرکز واقعیت عینی و ملموس پیدا بکنه و موجب تحکیم وحدت بشه. یک نکته رو من اینجا اضافه میکنم و به عرایزم خاتمه میدم و اون این هست که بزرگان ما، پدران ما، مادران ما، فرهیختگان ما در گذشته، اونهایی که انقلاب مشروطه رو به وجود آوردن، همیشه راه‌های ایرانی پیدا کردن برای دگرگونی‌ها و فلسفه‌های سیاسی عرض کنم غربی. این همه برخواسته از غربه، نمیدونم حکومت محلی یک عنوان غربی هست نه ایرانی، دموکراسی یک عنوان غربی هست ایرانی نیست. ما مثلا در به عنوان دو ملت، ایران و ترکیه دو ملت در اون منطقه دارای یک حرکت‌های مشابهی شدیم که حرکت فرهنگی سیاسی ایرانی‌ها به عقیده من خیلی خیلی هوشیارانه‌تر از ترک‌ها بود. مثلا فرض بفرمایید که ترک‌ها برای ابراز ناراحتیشون از روابطی که با عرب‌ها داشتن و 400 سال حکومت می‌کردن، اومدن رسم الخط خودشون رو عوض کرد به خاطر عرض کنم که برداشت‌های خاصی که از این روابط اجتماعی با عرب‌ها پیدا کردن و بعد یک رسم الخطی ایجاد کردن که فرهنگ ترک رو هم که تا اون موقع شکل گرفته بود تا یه 400 سال امپراتوری عثمانی، همه اینها فراموش شد، همه اینها رفت به زباله‌دانی، معذرت میخوام. و واقعا ترک ها شما موقعی که دقت میکنی میبینین کلماتشون یه مقدار عربیه، یه مقدار فارسیه، یه مقدار لاتینه، یک چیز شلم شوربایی شد، برحالی که
ایرانی ها به جای دموکراسی که دموکراسی اونها این ترجمه کردن در ترکیه، ما اومدیم حکومت مشروطه انتخاب کردیم، یعنی پدران ما این رو برگزیدن. در مورد حکومت محلی اومدن گفتن انجمن. این خیلی مهمه، اگر که ما اونجوری که آقای درویش تاکید میکنن و دوستان دیگر هم بهش تاکید کردن، یعنی حساسیت هایی که ایجاد میکنه، از اینها پرهیز بکنیم، چه بسا مقصود حاصل خواهد شد. یعنی اون چیزی که آقای مختاری میگن مغایرتی با اون انجمنهای محلی و عرض کنم شهری نداره، انجمنهای شهر و روستا نداره، و در نهایت ایشون میخوان تصویر ارائه بدن که مکمل اون طرحهایی که در گذشته در قالب قانون اساسی و در چارچوب انجمنهای شهر و روستا عملی شده، پیاده شده. یعنی امیدوارم در کنگره آینده این تبادل افکار، این چالش های فکری به جایی برسی که ما دچار احساسات بشیم، که بسیار هم من واقعا ستایش میکنم، این رو صمیمانه بگم، برای اینکه گفتم این نشانی زنده بودن و فعال بودن و پرتلاش بودن حزبه. خیلی جالبه که حزبی همچین نیرویی رو به نمایش میذاره، حزب واقعا دیگه یک سازمان سیاسی عرض کنم که درجه دوم نیست. واقعا الان تبریک میگم به همه شما، حزب مشروطه یک حزب، ما نمونهش هم نداریم الان در ایرانیان خارج از کشور حتی اول. این هست که امیدوارم کنگره آینده محل برخورد این افکار باشه و این تبادل نظر به جایی منتهی بشه که حزب موزش مشخص باشه. ببینید دوستان، آقای مختاری درست میگه، شما در آینده سیاسی ایران باید دارای یک برنامه مدون منسجم داشته باشین که به جامعه ارائه بدین، بگین که حزب مشروطه تفکرش در زمینه عرض کنم که بست دموکراسی به مفهوم امروز و یا مشروطه به مفهوم ما چی هست، عدم تمرکز چه معنایی داره، و این رو باید حتما باید حزب در این زمینه برنامه داشته باشه، نمیتونه بدون برنامه باشه. منتها آقای درویش میگن که به جای این حکومت محلی که مورد عرض کنم که اشاره یکی دیگر از دوستان بود، واژگان دیگری رو فکر بکنیم. جناب مختاری، شاید بشه واقعا لازم باشه که ما مثل زنده یاد داریوش و همایون واژه سازی بکنیم، برای معادل هایی پیدا بکنیم برای این عرض کنم که تیترهای فلسفی غربی. این هست که من فقط عرایزم رو کم میکنم، فقط بر این باور هستم که مجموعه این برخورد عقاید از حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات یک سازمان و نهاد سیاسی بسیار مقبول در جامعه ایرانی ارائه خواهد داد. و فراموش نکنی که باورهای اجتماعی هر جامعه هم اکتسابی هستند. اینکه جامعه ایران امروز چگونه فکر میکنه، اینها رو کسب کرده از این ور و اون ور. و حزب مشروطه هم به نوبه خودش در جایگاه یک نهاد سیاسی که ادعای رهبری هم داره، که باید هم داشته باشه، برای اینکه افکاری که اینجا من میبینم، افرادی که اشخاصی که شخصیت هایی که اینجا جمعن، هر کدوم واقعا یک وزنه سیاسی هستن. ما در هیچ کدوم از این احزاب نداریم همچین به اصطلاح ساخت و سازی رو. این خیلی جای خوشبختی اینه که برای اون باورهای اجتماعی جامعه ایران هم حزب میتونه تاثیرگذار باشه. در مورد تقسیم عرض کنم که وظایف در مملکت، این رو ارائه میده، برنامه ارائه میده، برنامهش اینه الف تازه. من عرضم رو تموم میکنم. آقای قطبی خیلی متشکرم که به من این فرصت رو دادیم، واقعا لذت بردم. این از معدود جلساتی بود که من امروز کیف کردم از حزب مشروطه، و تبریک میگم. سپاس از شما، شما لطف دارید نسبت به ما، و سعی ما هم همیشه همین هستش که بحث و گفتگو باشه. با این ما یک خانواده بزرگ هستیم و
ولی اختلاف سلیقه، اختلاف هست درش، ولی همیشه سعی بر این هستش که اون راهی که درست است رو پیدا بکنیم. سپاس از شما آقای مختاری. اجازه بدید 3 نفر دیگه در نوبت دارم، وقت زیادی هم نداریم. اجازه بدید دوستان صحبت کنند، بعد یه چند دقیقه به شما و بعدم آقای پاشایی خواهیم رسید. به حال من فکر میکنم شما گفته ها رو گفتید، صحبت ها رو کردید، نظره رو تو شنیدید. بذارید ببینیم بقیه دوستان چیه میفرمایند و بعد به حال به جلسه بپردازیم. بله دوستان دارن ببین بسید. آقای امین حسینی خواهش میکنم بفهمید. سپاس از وقتی که به من میدیم. من سعی میکنم خیلی کوتاه صحبت کنم. درود بر همه عزیزان. اجازه بدید من نخست به پرسشی که جناب نادرخان صدیقی فرمودند مطرح کردم پاسخ بدم، تا اونجایی که من یادم میاد، امیدوارم اشتباه نکنم. ولی اینجور بحث ها هیچ وقت در یک کمیته هایی یا کارگروه های انجام نشده. زنده یاد همایون این رو تهیه میکردن. حقیقتش حالا نمیدونم، شاید کسی خوشش بیاد خوشش نیاد، من با اون قطعنامه کار ندارم، ولی اصولا منشور سعی از احسنت بود، یعنی هیچ بحثی من خاطرم نیست در اون شده باشه. نکته دیگه این که مطالبی که در منشور هست یا در هر قطعنامه هست به نظر من بستگی به اون شرایط اون زمان نوشته شده، یعنی این که با تغییراتی که انجام میشه در طول زمان در جامعه، در افکار، در به اصطلاح جنبندی نیروها، در آرایش صحنه، طبیعتا مانند یک صفحه شطرنج باید درش تغییر داد. راجب یه بخشی من فقط، به هر حال صحبت آقای افشار مختاری طولانی بود، طولانی نه اینکه مزاحم باشه یا خسته کننده، نه، منظورم اینه که بحث طولانی بود و تو 3-4 دقیقه من نمیتونم به همه نکاتش بپردازم، چه در تایید چه در واقع اظهار نظر. ولی ما یعنی در ایران این رو آقای درویش هم عنوان کردن، در 1354 قانون، یا شاید زودتر البته، یعنی یک سال یا فکر کنم یه سال زودتر، قانون انجمنهای شهر و شهرستان و استان مطرح شد. در اون قانون که من یک بار هم در یکی از نشستهای همین دفتر پژوهش راجبش صحبت کردم، مسئله در واقع مالیات گیری توسط انجمن استان و حتی شهرستان مطرح شده. الان هم به نوعی این وجود داره، منتها اسمش مالیات نیست، عوارضه. یعنی عوارضه، فرض کنید که دکانداری یا کسب و کار توسط انجمن شهر مطرح میشه. ولی اون قانون به نظر من متاسفانه بیشتر از 3 سال اجرا نشد، یعنی با انقلاب سال 57 همه قوانین کنار گذاشته شد و دیگه کسی به اون نگاهی هم نکرد. از دید من اون قانون، با توجه به اینکه من حدود 1 سال نیم پیش اون رو خوندم و خودم آماده میکردم برای اون به هر حال گفتگو در دفتر پژوهش، بسیاری از مسائل رو حل کرده، بسیاری از مشکلات رو حل کرده و راه حل خیلی مناسبی است. اما این که ما میگوییم ما با حکومت‌های محلی موافقیم، ببینید این یه مفهوم بسیار بسیار گسترده‌ای داره و وقتی که مثلا گفته میشه ما اینو تضمین میدیم به ملت ایران، من شخصا هیچ تضمینی از طرف هیچ کی قائل نیستم، یعنی قبول نمی کنم. چون زمان وقتی عوض میشه، شرایط عوض میشه، اون تضمین اصلا خیلی وقتا نمیشه اجراش کرد. حالا یه نمونه خیلی تاریخی شو من بگم، در عهدنامه صلحی که بین ایران و روسیه بسته شد، دولت روسیه، یعنی عهدنامه ترکمنچای، دولت روس تزاری روسیه تضمین کرد که سلطنت ابدالمدت تا ابد در خاندان قاجار و در فرزندان عباس میرزا باشه. خب نه دولت تزاری 1917 بود، نه دولت قاجار طبعا 1900 و در واقع می شود گفت 1920 و بعدش به هر حال قانون اساسی یا در واقع تشکیل اون مجلس بزرگ در 1924، همه اینا از بین رفت، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره.
قبلترش هم بخوایم بگیم ناپلئون هم یه تضمین داده، قطعنامه هم بسته با دولت و دولمدت از نیروی دریایی ایران در همه جا حمایت میکنه. خب اینم عملا از بین رفته. منظورم این است که اینجور تضمین ها شدنی نیست، برای اینکه ما نمیدونیم در انتخابات آرزوهامون رو داشته باشیم، کارمون هم بکنیم در اون جهت، اما نمیدونیم که در انتخابات اولا در چه شرایطی جمهوری اسلامی میرود. این برای من کاملا نامشخصه. یک. دو، در اون انتخاباتی که برای مجلس خبرگان یا مجلس مؤسسان در واقع صورت میگیرد، چه نیروهای دست بالا رو خواهند داشت که ما بتونیم این رو تضمین بدیم؟ اینا واقعا برای من سواله. آن چیزی که ما میتونیم ارائه بدیم یک چیز روشنه. انجمنهای محلی یا حکومت محلی طبیعتا یک چیز گلوگشادی است، در واقع یک عنوان گلوگشادی است که هر چیزی تونش در واقع جا میگیره، نه آغاز داره نه انتها داره. به نظر من تأکید بر قوانینی که وجود داره، رعایت در واقع اون قانون 1354 خیلی ارجحیت داره بر همین واژه حکومت‌های محلی. این مثل یک، من جمله آخرمو بگم، این حکومت‌های محلی مثل یه در واقع تفنگ بادی میمونه که ما دست یه کسی میدیم، میگیم آقا شما با این میتونی گنجیش بزنی. هیچ تضمینی نیست که او از این تفنگ برای اینکه تو چش بنده یا اون کسی که تفنگو دستش داده استفاده نکنه، چون مشخص نیست، چارچوبش مشخص نیست. اینکه ما چه میخواهیم، آیا دقیقاً همه نیروهای طرفدار پادشاهی هم همین رو میخوان؟ من حالا با چپ ها، کمونیست ها، مجاهدین اصلا کاری ندارم. به هر حال در آینده ایران هم یه بخشی از نیروهای مذهبی، حالا یا اصولگرا یا اصلاح طلب، حضور خواهند داشت، شکی درش نیست. و در نتیجه مراقب باشیم اون چیزی که داریم دست یک کسی میدیم یا به یک ارائه میکنیم بازتابش در آینده چگونه خواهد. من فکر میکنم، حالا اینم یه مقدار حالت پیشگویی و کفبینی میشه، شاید اگه آقای همایون الان در قید حیات بودند یه تغییری در این میدادند. ما نباید پافشاری کنیم بر اون چیزی که 15 سال پیش 20 سال پیش نوشته شده. شرایط عوض میشه و به هر حال باید با یک دید جامع، یک دید باز نگاه کنیم، در واقع با طناب بخشی از تجزیه طلبها به اون چاه ویرانی ایران نریم که حکومت‌های محلی رو شما قبول کردید بفرمایید باید پاش باشید، ولی تعریف از حکومت‌های محلی این است و آن است و آن است. به هر حال تمام هستم. سپاس از وقتی که به من دادید. خواهش می‌کنم امیر حسینی، سپاس از شما. اما در مورد منشور، البته منشور و نوشته هایی که فرمودید در زمان آقای همایون بوده، هیچ کنون وحی منزل به طور حتم نیستش. اما در مورد قطعنامه کنگره پنجمش فکر میکنم اکثر ما توافق نظر داشتیم اون زمانی که به صاحب تصویب شد. ولی به هر حال اینا موضوعات گذشته است. به قول شما و به قول آقای صدیقی آینده و حال رو داریم راجع به صحبت میکنیم. وقت خیلی کم داریم، طبق معمول وقت کم میاد. از خانم دکتر تقی بکرو خواهش میکنم، درود بر شما، میکروفون در اختیار شما، اگر ممکنه در دو سه دقیقه اگر خیلی کوتاه صحبت کنم. خواهش. من یه چیزی میخواستم مطرح کنم. اولا که دوستان یه سری مثال زدم، میخواستم بگم که یکی از جملات زیبای آلبرت اینشتین اینه که شما یک موزلی رو نمیتونین، یک مسئله ریاضی رو نمیتونین با همون اشتباهی که با شروع کردین از همون راه بتونین حلش کنین. مجبورین که در واقع اعتقاداتتون عوض کنین یا فرمول رو کاملا عوض کنین. توی زندگی اجتماعی مسئله اینه که شما اگر بخواین یه راه جدیدی رو در نظر بگیرین، باید به قول معروف مایندست یا اعتقاداتتون رو تغییر بدین. در ارتباط با مسئله‌ای که دوستان گفتن، من کاملا معتقد هستم که ایران تو شرایطی که امروز داره در خطر ممکنه جدایی باشه، به دلیل اینکه، نه به دلیل اینکه
بخش های مختلف ایران تصمیم به جدایی داشتن. متاسفانه برمیگرده به همون فرمولی که صحبت شو کردیم. یکی از اشکالاتی که ما به اینجا رسیدیم که اینقدر حساسیت پیدا کردیم نسبت به حکومت های محلی، دقیقا به دلیل همون اشتباهاتی که قبلا کردیم، تمرکز قدرت توی حکومت مرکزیه که میتونه ما رو سوق بده به طرف این جدایی ها، نه حکومت های محلی. حکومت های محلی در واقع به یه مسئله دیگر هم بگم، چیز اصلا جدیدی نیست. ایران بنیانگذار حکومت های محلی بوده. ما زمان هخامنشی تا زمان ساسانیان ساتراپ داشتیم، ما حکومت های محلی داشتیم. به نظر من اون چه که اینجا مطرح میشه دقیقا همون فرموله، بسیار هم خوب اداره میشد. دوره بسیار شکوفای کشور ما بود، یه دوره قطع شد، بعد زمان حالا مشروطیت اومد ولی هیچ وقت متاسفانه اجرا نشد. دوره که این رژیم اومد طبیعتا یکی از موزلای ما این بودش که نه تنها حکومت مطلق داریم، بلکه حکومتی که جناب درویش یه اشاره کردن به شاخص محیط زیست و اقتصاد. محیط زیست در واقع تمام اقتصاد، اجتماع و تمام مسائل یک کشور وابسته به محیط زیست و منابع طبیعیشه. یکی از اشکالاتی که امروز ما باش مواجه هستیم این نیستش که اگر که در واقع دولت‌های محلی داشته باشیم محیط زیست رو میخوایم چیکار کنیم. مسئله اینه که داشتن تمرکز دولت مرکزی باعث شده که محیط زیست امروز ما به جایی برسه که تقسیم هایی که توش انجام شده متاسفانه تقسیم. من جناب درویش بذارین صحبتم رو تموم کنم، من تخصصم محیط زیست دارم باهاتون صحبت میکنم، ولی ببینین علتش این همین تمرکز قدرت بوده که باعث این شده شما آب را از یه منطقه بردارین بدون اینکه با دولت محلی بخواین صحبت کنین، ببرینش یه قسمت دیگه تحویل بدین و یه منطقه رو بدون آب بذارین، یا یه منطقه رو آبش رو ببندین کاملا، کشاورزی رو از بین ببرین به دلیل اینکه برنامه‌تون برنامه چیزه چی میگن اتمیه، یا چین ازتون خواسته این کار انجام بدین. دولت های محلی، من خودم اعتقادم اینه، حالا هر کس میتونه موافق باشه یا مخالف باشه، خیلی هم خوشحال میشم دارم گوش میکنم، ولی مسئله چیز فدرالیسم نیست. ما خیلی از قبل از این، اگر شما تو تاریخ اصلا بشر بخونین، حکومت رو ایران اصلا به عنوان رسما چیزی که رسما شناخته میشه، حکومت رو از دوره هخامنشی بنیانگذاری شده و ما ساتراپ داشتیم، دقیقا همین سیستمی که الان داریم صحبتش رو میکنیم، حالا اسمش حکومت یا چیز، ولی کاملا اینو باز من تاکید میکنم حکومت با فرمانداری کاملا متفاوته، با اون چیزای محلی کاملا متفاوته. حکومت و حاکمیت دو تا مقوله‌ای که برمیگرده به همون تاریخ واقعا ایران. سپاسگزارم خانم، سپاس فراوان. آقای درویش حتما دوباره پیگیر این برنامه خواهیم شد، حالا که وقت گذاشتیم برای این موضوع حتما پیگیر خواهیم شد، ولی الان دوستان خیلی مدتی در نوبت هستن و ما هم وقت آنچنان نداریم. آقای زایدی خیلی وقت پیش به ساب این نوشته بودن، من پیشنهاد دارم آقای زایدی بفرمایید خواهش من کوتاه، بعدش خانم نظر هستن. آقای زایدی بفرمایید. دکتر زایدی درود دارم به دوستان، سپاسم دارم از آقای صدیقی که یه همچین کردیت مثبتی به حزب و اعضاش دادن و نظرات خودشون هم در اختیار ما گذاشتن. از آقای مختاری هم بسیار بسیار سپاسگزارم که سریع این مهم به عهده گرفتن که اینجا به بحث و گفتگو بشینن، چون بحث ساده ای نیست و قدرت بیان و فولادی میخواد. قبل از اینکه صحبت دیگه یه شروع بکنم، برای دوستان باید بگم آقای پاشایی و من در کنفرانس مؤسس سازمان مشروطه‌خواهان ایران سال 1994 بودیم. این منشوری که الان در دست شما هست مسبب اون زمانه، همون زمان هم راجبش صحبت شد. اینی که آقای همایون با اون نثر زیباشون تونستن اینو راست رسش کنن، خب بر هیچ کس نباید پوشیده باشه و هیچ ایرادی هم نداره. در کنفرانس ها و کنگره های دیگه هم همینطور بوده. اون پیوستی هم که به منشور شد
در کنگره پنجم، بله آخر سر ایشون به اصطلاح تایپش کردن چون سریع میتونستن این کار بکنن و اونجا پیشنهاد شد، صحبت شد. همینطوری نبودش که آقای همایون بیاد اینو بذاره رو میز باقی بگن بله و دست بزنن تموم بشه. اینی که حالا دوستای ما به بعضی جاهاش ایراد دارن کار بسیار خوبیه، چون فقط اینطوری میتونه یه حزب پویا باشه، وقتی توش صحبت بشه، وقتی که راجع به مسائل تصمیم گیری جدید بشه. ولی اینی که ما یه گروهی که هر کدومون یه شغلی برای خودمون داریم بیایم راجع به خیلی مسائل صحبت کنیم شدنی نیست. مثلا اینکه تقسیم ثروت در ایران چجوری خواهد شد، این تخصصش با من و آقای قطبی و آقای پاشایی نیست و خیلی دوستان دیگه هم تو این جا نظری نمیتونن داشته باشن. برای همین پیشنهادم به آقای قطبی در حقیقت این بودش که یک بار از آقای دکتر منصور دعوت بکنن که مختص این توزیع ثروت در جامعه ایران ما رو روشن کنند که چه راههایی وجود داره. اینی که من بگم که مثلا میبخشید یه کنفرانسی بود در امریکا سال 1996 و گفته بودن مقاله های علمیتون رو بفرستید، یکی از دوستای ما یه صفحه نامه نوشته بود، یه دونه نقطه استفاده کرد اونم در آخرش و و و و پیشنهادش این بود که ما در ایران باید خیابونا رو همه رو آسفالت کنیم چون آسفالت میتونه همه چیز رو پیش ببره. نظر نیستش که این پیشنهاد دیزه، معلومه که متخصص این کار نبوده. بنابراین اجازه بدید که برنامه چون وقت زیادی هم نداره این مسائل تقسیم ثروت رو با دوستانی که کارشون این هستش صحبت بکنیم و اگرم نگاه بکنی یکی از قدرت‌های ما تو این حزب این هستش که ما منشور داریم و داخل اونم نوشتیم که چی میخوایم. یکیش مثلا همین خواستار پادشاهی و کاندیدای ما هم رضا پهلوی، هیچ کسی اینا رو ننوشته بود. یعنی ما خیلی پیشرفته تر از اینایی بودیم که الان اومدن یه حزبی درست کردن و توش نوشتن که ما هم طرفدار جمهوری هستیم و هم طرفدار پادشاهی. پوزش میخوام که وقتتون رو گرفت. سپاسگزارم جناب دکتر زاهدی. چشم، از پیشنهادتون بسیار متین، حتما در موردش صحبت خواهیم کرد و از جناب منصور اگه وقت داشته باشن. اینجا الان من میبینم دوستان آقای شریفزاده، آقای دیگری بودن، مطالب بسیار خوبی می نویسن اینجا و معلوم آگاهی دارن و دوستان جدیدی هستن که تشریف آوردن به حس. حتما اگر فرصتی بود و خدمت شما هم خواهیم بود دوستان عزیز. خانم نظر خیلی کوتاه بفرمایید و بعدم از آقای پاشایی خواهش می کنم که نقطه مطلب رو بفرمایید. خانم نظر. درود بر شما جناب قطبی و همه هموندان گرامی. من راستش بعد از صحبتهایی که همکار نازنینمون و استاد ارجمندمون آقای نادر صدیقی داشتند چیزی رو اضافه بر فرمایشات ایشون ندارم، مگر آشنایی که ما به هر حال کم و بیش همه به خاطر حداقل کسانی که سالهاست در این حزب فعالیت داریم، آنچه را که دیدگاه آقای مختاری بود با اینکه ممکنه از نقطه نظر نوع حکومت، حتی من رو از طرف خودم میگم جناب مختاری، شما رو دخیل نمی کنم که به شما کاری نداشته باشن، با خودم دارم این رو به اصطلاح تکرار میکنم، من و آقای مختاری ممکنه دو دیدگاه کاملا متفاوت در رابطه با حکومت آینده ایران حتی داشته باشیم. اما در یک چیز کسانی که همطور که گفتم و تکرار میکنم از قدمت بیشتری در فعالیت این حزب از آغاز تا به امروز بودن میدانند که ما یک به اصطلاح نوشتارهای نامرئی هم با هم داریم، یعنی اون چیزی که نگارش پیدا کرده تا به امروز
مسائلی بوده که نیاز زمانه خودش بوده، که اشاره کردیم آقای داریوش همایون اگر در یک مقطع زمانی خاص تصمیمی گرفتند و نوشتاری در ارتباط با این مهم در منشور گنجانده شده، این به هیچ عنوان همونطور که همه ماها باور داریم که باید داد و ستد فکری رو با هم داشته باشیم، من مطمئن هستم که اگر جناب همایون زنده بودند بر این باور بودند که همه چیز میتواند در آینده تبصره‌ای هم داشته باشه. اما اینکه مسائلی که آقای مختاری تا اونجایی که بنده آمدم و صحبت های شما عزیزان رو شنیدم، من فکر نمی کنم دور از اون باور داریوش و همایون و باورمندان شبیه به ما باشه، ولی آنچه که شاید اینجا اشاره شده و نمیگم سوء تفاهم، بلکه میگم باید راجبش صحبت بشه، همون اشاره که آقای صدیقی داشتن، جناب درویش و بسیارانی از دست جناب درویش دلواپسانی هستند که فکر میکنند و شاید هم اشارهشون هم به جا باشه که من است که این اتفاقات یا این معضلاتی رو که ما فکر میکنیم بعد از فروپاشی ممکنه انجام بشه به چه صورت خواهد بود. آنچه مسلمه ما یک حزبیم، حزبی از احزاب گوناگون که در فردای آینده ایران خواهان سلامتی و به اصطلاح برگشت حکومت قانون به ایرانی، ولی اینکه احتمال داره که ما بتوانیم در همین فرصت اون رو بازنگری بکنیم قاعدتا میسر خواهد بود. در کنگره‌ای که خواهیم داشت، آقای قطبی فرمودند که فرصت و مجال نخواهد بود، قطعا شاید بشود تقاضا کرد که یک نشستی انجام بشه و به مسائلی که از این دست هست و میتواند کمک بکنه به اهداف یگانه حزب، چون ما همونطور که آقای صدیقی گفتن تنها حزبی هستیم که برخورد عقاید از لحظه تولد تا به امروز بوده هست و خواهد بود و این نشان دهنده سلامتی حزب مشروط است و ما برای اینکه این سلامتی رو حفظ بکنیم قاعدتا باید نظرات مختلف رو بشنویم، با همه احترامی که به جناب زاهدی بنده داشته و دارم و خواهم داشت. اینها به اصطلاح نوشتارهایی نیستش که ما اصلا اجازه نداشته باشیم به اون دست بزنیم. همطور که خودتون اشاره کردین، کسانی هستند که می توانند با تخصصشون، با دانششون و با ارزیابی امروز، ببینید روزی که داریوش همایون اون رو نگارش داد امروزی نبود که از هر گوشه ای از ایران یک عده سر بلند کرده باشند و متاسفانه نگرانی هایی رو برای خصوصا سرحدات ما به وجود آمده باشه. نتیجتا این بازنگری لازمه، چه زمان این بستگی داره که حالا با دوستانی که در شورای مرکزی هستند و همینطور با سنجیدن وقتی که ما، چون خود بندم با افتخار شرکت خواهم کرد و به جناب پاشایی گفتم حتما به لس آنجلس خواهم آمد و حضورا اونجا خواهیم بود، نتیجتا یک وقتی رو برای پرسش ها، اشارات و تقاضاهای و من فکر میکنم نکاتی که میتواند این دلواپسی ها رو کمتر بکنه. امیدواریم جناب قطبی با همه وقت محدودی که داریم در اون 2 روز بتونیم یک نشستی داشته باشیم در رابطه با پیشنهاداتی که احتمالاً میتونه به ما کمک بکنه. آقای مختاری، بنده مثل همیشه کلاه هم براتون برمیدارم، کارهای سخت رو میندازن گردن شما، حواسم هست، خیلی هم دوستتون داریم. بازم تکرار میکنم یکی از شخصیت هایی هست جناب مختاری که ممکنه با بعضی مسائل ماها به اصطلاح با یک دو ویژن مختلف نگاه بکنیم، ولی درسی رو که در این حزب گرفتیم اینه که دستامون رو به هم بدیم و همیشه هم یک احترام ویژه من برای جناب مختاری عزیز قائل بوده هستم و خواهم بود و بی نهایت سپاسگزارم که این مهم رو شما پذیرفتید آقای مختاری گرامی و بسیارم مثل همیشه از صحبتاتون لذت بردم و به امید دیدارتون در کنگره و انتخابات اکتبر. سپاسگزارم آقای قطبی، ممنونم از محبت. سپاس از شما خانم نظر، بسیار بسیار سپاسگزار به صحبت های منطقی و بسیار زیبا و جالب شما. امیدوارم به هر حال مسئله مطرح شدن موضوع دیگر
شاید شورای مرکزی فکر دیگری بکند، ولی خب بر اساس آیین نامه و اساسنامه انجام شده. به هر حال قول میدم که حتما آقای درویش، آقای مختاری، آقای آقاجانی، آقای عبدالناظری که دیگر دوستان و بقیه دوستان، آقای امیر حسینی دوستان دیگه در این جلساتی که میذاریم حتما شرکت بکنن و در حقیقت میخواستم بگم قول میدم دنباله این برنامه خواهد گرفته شد. در موارد دیگری آقای درویش حتما میتونن صحبتاشون رو داشته باشن و صحبت کنن، وقت بیشتری میذاریم. آقای پاشایی گرامی، این 2 3 دقیقه آخر وقتمون هم تموم شده، ولی 2 3 دقیقه آخر طبق معمول خدمت شما هستیم. با درود خدمت شما، امیدوارم که صبح شما خوش باشه. بفرمایید. همون با عرض ادب و احترام به همه دوستان، با تشکر از همه دوستان که در بحث شرکت کردن، به خصوص آقای مختاری، من فکر کنم کمی که صحبتم شد. خوبه که ما در این مورد حتی مثلا 1 جلسه 2 جلسه دیگه هم بشینیم و صحبت کنیم، برای که موضوعی که خب اهمیت داره و تفاوت نگاه هم در وجود داره سرش بحث کنیم و بهتر بتونیم به جنبندی برسیم، بتونیم به حساب توش محتوایی بیاریم بیرون که مورد قبول اقلا بیشتر تعداد باشه، بلکه هیچ وقت چیزی در نمیاد که 100% مورد قبول باشه، ولی بیشتر تعداد دوستان رو بپذیرن و بتونیم به حساب ازش بعدا هم دفاع کنیم هم بحث کنیم ترش. طبیعی که ما تمام این مطالب فقط به خاطر باز کردن راه آینده است. آینده ما در بعد فردای رسیدن به ایران باید برنامه هایی داشته باشیم که بتونیم به حساب همون بیشتری رفاه برای بیشتر بخش مردم ایران ایجاد کنیم. چطوری؟ یکی از راهاش همین است. اتفاقا در مورد بخت تقسیم ثروت بسیار خوبه که دکتر مسعود دعوت کنیم که چطوری میشه در این کشور عادلانه و منصفانه به حساب ثروت رو تقسیم کرد، و که عمدهترین موضوعی که باعث یه همچین مباحثی میشه عدم تقسیم ثروت به طور عادلانه است. وقتی شما در استانهای محرومتر بتونید چیز رو وارد کنید که استانهای محروم از یک رفاه بیشتری برخوردار باشند، ببینه که طلب به حساب هیچ توفیقی بین به حساب نمیدونم پایتخت یا استانهای به حساب مرزی یا استانهای جنبی وجود نداره، مطمئنا این به حساب نگاه ها فروکش میکنه. این شاید در بحثی بوده که من خودم یکی دو مرتبه با حزب دموکرات داشتیم در جلسات خصوصی و بهشون گفتم، گفتم با شما مطمئن باشن چرا که شما دارید در موردش صحبت میکنی و یه تعدادی هم بهش گوش میکنن، 3 4 سال بعد از استقرار یک حکومت به حساب دموکراتیک در ایران برطرف خواهد شد. بعد شما وقتی اون کسی که در کردستان نشسته، در بلوچستان نشسته، در زابل نشسته، ببینه که به حساب داره ثروت به طور عادلانه تقسیم میشه با حکومت مرکزی، همون توجه و دقتی رو میکنه به حساب 3 سال بلوچستان که به مثلا نمیدونم تهران میکنه، به اصفهان میکنه، به شیراز میکنه، مطمئنا این نگاه ها فروکش که با خود اونها قبول دارن. برای همین است که الان اصرار میکنن آنچه که میتونن به حساب رو کاغذ دیگران بگیرن، ضمانت بگیرن، چون میدونن فردا اگر حکومت دموکراتیک در ایران کار بیاد بسیار 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 این مطالب فروکش خواهد که با وجود نخواهد داشت. در حساب خیلی ممنونم از همه دوستان که در این بخش شرکت کردن، ممنون از آقای صدیقی که نگاه بسیار در نگاهشون در بوده حزب بسیار به ما توضیح دادن و ما رو یکم بسیار خوشحال کردن که اقلا به اون باروری رسیدیم. و من فکر کنم که اون بهتری و در این مسائل حزب ما و نگاه های حزب ما همین است، بحث آزاد، باروری، گفتگو کردن در بوده هر مطلبی که میتونه برای هممون اهمیت داشته باشه و قابل بحث است، و بحث حقیقتا به نظر من میتونه دوستان و خود ما رو روشنتر کنه، بارورتر کنه و چشم رو باز کنه. ممنونم از آقای قطبی، شما ممنون از همه دوستانی در این بحث شرکت کردن، امیدوارم این بحث همچنان ادامه داشته باشد. ممنون، سپاسگزار جناب آقای پاشایی گرامی و از صحبتاتون، همچنین از آقای مختاری، آقای آقاجانی، آقای درویش.